مادها اقوام ایرانی تباری بودند که تو قرن سیزده قبل از میلاد در فلات غربی ایران ساکن شدند و در اواخر قرن هشتم قبل از میلاد حکومت خودشون رو به شکل رسمی در همون فلات غربی ایران تشکیل دادند یکی از قدیمی ترین کتیبه هایی که از مادها یاد کرده مربوط به گزارش حمله شلمانسر سوم میشه که در منطقه‌ای رخ داده به اسم پارسوا که میشه کردستان امروزی و مربوط به سال 837 قبل از میلاد مسیح میشه. دوستان سلام من آرمان هستم و به کانال یوتیوب دیپ پادکست خوش اومدید منبع ما در این ویدیو کتاب تاریخ ماد نوشته ی یاکونوفه کونوف خودش یک باستان شناس و یک خاورشناس قدیمیه من لینک زندگی نامی کونوف هم در توضیحات میذارم اگر دوست داشتید میتونید مراجعه بکنید و در مورد این تاریخ شناس هم اطلاعاتی کسب بکنید یکی از منابع موثق در مورد تاریخ قوم ماد هست. ولی قبل از اینکه به این ویدیو بخوایم بپردازیم اگر فرصت کردید ویدیوی قبلی ما رو حتما نگاه بکنید که در مورد به ایلامی هاست چون در این ویدیو هم قرار راجع به ایلامی ها تا حدودی صحبت بکنیم چون خب در دوره ای که ایلامی ها دوچار تزلزل میشن مادها دارن قدرت میگیرن اگر حالا فرصت کردید من لینکش رو در توضیحات میذارم این بالا منشن میکنم که اگر دوست داشتید اونم کلیک کنید اون ویدیو رو هم تماشا بکنید و بریم به سراغ داستان مادها اگر هم محتوای این کانال رو دوست دارید میتونید کانال رو سابسکرایب بکنید اگر فارسی یوتیوبتون زده مشترک شوید میتونید مشترک شوید کلیک بکنید و زنگوله رو هم بزنید هر زمان که ویدیو منتشر شد از اون مطلع میشید میتونید بیارید و ویدیو رو تماشا بکنید بریم به سراغ داستان جذاب تاریخ قوم ماد منابع باستانی آشوری یونانیا و حتی منابع باستانی ایران از قوم مادها یاد میکنه و میگه که چند طایفه قدیمی بودند که از همدیگه به صورت مجزا داشتن زندگیشون رو سپری میکردن طایفه هایی بودند که اصالت ماد داشتن ولی خب به صورت مجزا داشتن امور رو سپری میکردن این شش طایفه عبارت بودند از بوسیان، ستروخاتیان، بوایان، سه طایفه دیگه هم بود به اسم آریزانتیان مقها پارتاکانیان اونچه که از کتیبه آشوریان بر جایی مونده مادها از قرن نهم قبل از میلاد تا قرن هفتم قبل از میلاد موفقیت آنچنانی نمیتونستن در فلاتهای مختلف ایران به دست بیارن همون فلات غربی ایران رو برای سکونت خودشون انتخاب کرده بودن دلیلش هم این بودش که این توایف از همدیگه جدا بودن و یک دولت واحد نداشتن حتی این توایف و قبیله ها گاهی اوقات به نزا و درگیری با همدیگه هم, هم می اما تو سال 708 قبل از میلاد مسیح یک ادشاهی به اسم دیاکو که فرمانده یکی از قبایل مات ها بود و خیلی هم فرد خوشنامی بود و ازش به عنوان یک فرد عادل و با درایت یاد کردن تصمیم گرفت که این قبایل متفرق رو با همدیگه متحد بکنه تمامی قبایل و سرانشون رو دعوت میکنه به منطقه‌ای به اسم حکمتانه که ما امروز بهش می‌گیم همدان در اونجا این قبایل جمع میشن و اونها رو به اتحاد دعوت می‌کنه اتحادی که خب پیروزمند هم بودش این اتحاد شکل می‌گیره و قبایل ماتا با هم دیگر متحد میشن. حکمتانه یا همدان رو به عنوان پای تخت رسمی خودشون میشناسن و دیاکو اولین پادشاه رسمی مادها میشه. حالا مادها از یک سری قبایل پخش و پلا تبدیل به یک دولت و یک حکومت رسمی میشن منطقه کجاست؟ فلات غربی ایران. همزمان با مادها سلسله های قدرتمند دیگه هم در فلات ایران حضور داشتند بابلیان آشوری ها ایلامی ها اینها سلسله های قدرتمندی بودند که همچنان در فلات ایران حضور داشتند بیشتر در فلات جنوبی ایران ساکن بودند و در زمانی هم هستیم که بسیار با هم درگیرند و در حال جنگ هستند تو پادکست قبلی هم گفتیم اینجا دوره یه که ایلامی ها و آشوری ها در حال جنگ هستند این شرایط برای مادها یک شرایط عالیه و پادشاه مادها یعنی دیاکو فرصت و غنیمت میشماره و پایه‌های قدرت خودش رو مستحکم‌تر می‌کنه و نیروهای رو قوی تر از قبل میکنه هرودوت در کتاب خودش و در نوشته های خودش از حکمتانه یا همدان یاد کرده و به اون دوران پرداخته هرودوت در مورد همدان میگه دیاکو در همدان یک دژی ساخت که وسعت آن با وسعت داخل شهر آتن برابر بود و زیبایی آن به قدری بود که زبان زده خاص و عام بود هرودوت همدان رو یکی از زیباترین شهرهای دوران باستان میدونه و اون رو یک شهر زنده و سرحال در دوران باستان میدونه هم پایه با آتن و روم باستان هرودوت باز هم در مورد حکمتانه صحبت میکنه و میگه پای تخت مادها هفت دیوار داشت که هر کدوم به رنگ یکی از آسمانها بود که رنگ کنگره اول سفید دومی سیاه، سومی ارغوانی، چهارمی آبی، پنجمی نارنجی و کنگره دوباروی داخلی نقره و طلایی بودند. دیاکو 53 سال بر مادها حکومت میکنه و در طی این مدت بارها با آشوریان وارد جنگ میشه. جنگ های شکل نیشکی میگیره و در نهایت در یکی از همین جنگ ها شکست میخوره به اسارت در میاد و به منطقه تبعید میشه که امروز ما بهش میگیم سوریه. بعد از دیاکو فرزندش فرورتیش به پادشاهی مادها میرسه فرورتیش موفق میشه با دو قوم دیگه یعنی پارس ها و سکاها یا ساکاها وارد مذاکره بشه و بتونه اونها رو متحد بکنه سه قوم تصمیم میگیرن تا به آشوریان حمله بکنن جنگ های شکل میگیره ولی در ادامه سکاها با آشوریان پیمان صلح امضا میکنن و این جنگ ها هم ناتموم باقی میمونه اما همچنان فرورتیش به نبردهای خودش با آشوریان ادامه میده در نهایت هم در یکی از همین جنگ ها جون خودش را از دست میده و حکومت 22 ساله فرورتیش هم پایان پیدا میکنه بعد از فرورتیش فرزندش هوخ شطره به پادشاهی مادها میرسه. هوخ شطره فرد بسیار زیرک، باهوش و دلیری بود و بسیار آینده نگر بود. اولین اقدامی که انجام میده ارتش خودش رو به صورت علمی دسته بندی میکنه میاد دسته سواران دسته نیزه به دستان و دسته کمانداران رو به سه دسته مجزا تقسیم میکنه تا قبل از اون ارتش مادها به صورت بینظم حمله میکردن یعنی تمامی این دسته ها در هم تلفیق شده بودن و به اقوام دیگه حمله میکردن اما این بار دسته ها کاملا مجزا از هم بودن و همین قدرت ارتش مادها رو بیشتر کرده بودش به متوجه شده بود مذاکره با سکاها هیچ نتیجه ای نداره و از اون طرف سکاها یکی از متحد دان آشوریا هستند تصمیم میگیره به سکاها حمله کنه به سکاها حمله میکنه و شکست سختی هم بر اونها وارد میکنه مجددا رو به سمت آشوری ها میاره و یک حمله هم به آشوری ها میکنه حمله موفقیت آمیزی بود و تونسته بود تا شهر آشور رو هم فتح بکنه ولی خب نتونست به پایتخت آشوریان یعنی نینوا دسترسی پیدا بکنه در ادامه وقتی متوجه میشه که ارتش که در اختیار داره قوای لازم برای شکست آشوریان رو نداره با بابلیان هم پیمان میشه بابلیان و مادها با هم متحد میشن و به آشوریان حمله میکنن در این حمله آشوریان شکست بسیار سختی میخورن شهر نینوا هم به دست مادها و بابلیان میفته شهری که به گفته مورخین اون زمان بیش از 120 هزار نفر جمعیت داشت بعد از شکست آشوریان سرزمین های به دست اومده از زمان آشوریان بین این دو قوم یعنی مادها و بابلیان تقسیم میشه نواحی شمالی به مادها میرسه و نواحی جنوبی از آن بابلیان میشه بعد از 100 سال از گذشت تشکیل دولت مادها اونها تونسته بودن بر دشمن دیرینه خودشون یعنی آشوریان فائق بیان بتونن آشوریان رو شکست بدن و اینجا حکومت آشوریان هم برای همیشه به تاریخ پیوندده وقت در دوران سلطنت خودش قلمرو مادها رو گسترش میده و مادها تبدیل به یک امپراتوری میشن قدرت بلا منازه نواهی غربی فلات ایران میشن از اون طرف با لیدیه وارد جنگ میشه لیدیه کجاست لیدیه میشه ترکیه امروزی یکی از اقوام باستانی ترکیه از هنوز آثارشون در ازمیر موجوده با لیدیه وارد یک جنگی میشه که این جنگ پنج سال به طول می انجامه. جنگی که البته برای دو طرف درگیری سود آنچنانی نداشت و دو طرف نتونستن به اون چیزی که میخواستن برسن پایان این جنگ هم داستان جالبی داره طبق گزارش مورخین در یکی از روزها که دو طرف در حال درگیری بودن یک خورشید گرفتگی رخ میده و طبق باورهای مذهبی هم که در اون زمان داشتن میگن که این خورشید گرفتگی خشم خدایانه که داره بر ما وارد میشه و باید دست از این جنگ برداریم این گونه میشه که این جنگ پنج ساله هم بدون اینکه سودی برای دو طرف داشته باشه خاتمه پیدا میکنه اما در زمان هوخشتره امپراتوری مادها گسترش زیادی پیدا کرده بود از شرق تا آمودریا پیش رفته بود و مرزهای غربیش هم تا رودخانه قزل ایرماق گسترش پیدا کرده بود که ما بهش میگیم رودخانه طلایی خب دوران طلایی حکومت مادها بود چهل سال بر این حکومت فرمان روایی کرد و پس از مرگش فرزندش آجیده هاک یا آتیاک به پادشاهی مادها رسید آژیده ها که در اوج قدرت مادها به سلطنت رسیده بود و شرایط بسیار خوبی رو هم داشت سپری میکرد بیشتر از اینکه بخواد به امور دولت خودش بپردازه به, به تفرج، شکار و ایشونوش میپرداختش از طرفی کاخها و بناهای بسیار زیادی از آشوریان به دست مادها رسیده بود و اکثر اینها تفرجگاه آژیدهاک هاک بودش کم کم و رفته رفته تبدیل به یک پادشاه مغرور و خونخوار شده بود بسیار بر زیر دستانش سخت میگرفت و خیلی از وزرای کابینه خودش رو مجازات میکرد افسانه های بسیار زیادی در مورد خشم آجیده هاک در قبال وزرای خودش در قبال ارتشیان در قبال مردمی که در اون دولت داشتن زندگی میکردن در تاریخ اومده که حالا میتونید مطالعه بکنید ولی خب یکی از معروف تریناش مربوط به کشتن فرزند یکی از وزرای خودش بود و بعد وزیر خودش رو مجبور میکنه که گوشت فرزند خودش رو بخوره آژیداد فردی بودش که رحم نداشت و همین امر هم باعث شده بود که در داخل حکومت مادها یک تزلزل ایجاد بشه بسیاری از سران حکومت مادها بسیاری از ارتشیان حکومت مادها، تصمیم به یک نامنگاری میگیرن نامه هایی می و خودشون رو سرباز یک فرمانده دیگه معرفی میکنن این فرمانده کی بود این فرمانده کوروش بودش اون زمان در فلات جنوبی ایران کوروش به پادشاهی پارس ها رسیده بود یک پادشاه جوان پارس ها قومی بودند که بر بخشی از فلات ایران داشتن حکومت میکردند و همچنان مادها به عنوان حاکم بلامنازع فلات ایران شناخته میشدند البته ما بابلیان رو هم داشتیم کوروش در همون ابتدای پادشاهی خودش تونسته بود نواحی زیادی از فلات جنوب غربی ایران رو تحت سیطره خودش در بیاره از اون طرف هم بین مادها و بابلیان بعد از جنگی که با آشوریان داشتند یه مقدار بر سر مرزبندی ها اختلاف بود ولی خب کوروش فرد بادرایتی بود یک پادشاه جوان ولی بسیار سیاستمدار و بادرایت کوروش تونسته بود که بین این دو قوم صلح ایجاد بکنه و یک مرزبندی بدون خونریزی بین بابلی ها و مادها ایجاد بکنه و هر کدوم حد و مرز خودشون رو بدونن ولی خب یه مقدار منطقه دچار تحولاتی شده بود آژیده هاک از این تحولات استفاده کرد و تصمیم گرفت تا بر پارس ها حمله بکنه اینجا یک توضیحی بدیم که رابطه بین پارس ها و مادها چی بود و چرا این حمله یک کار عجیب و غیر منطقی بودش پارس ها و مادها با هم سالیان دراز پیمان صلح و همبستگی داشتند و حتی رابطه فامیلی با هم دیگه داشتند کورش کبیر میشد نوه دختری آجید هاک کوروش از مادری به دنیا اومده بود به اسم ماندانا و پدری به اسم کمبودجیه کمبودجیه از پارس ها بود و ماندانا دختر آژیده ها که فرمانده مادها رابطه مادها و پارس ها هم رابطه مستحکمی بودش پارس ها تبدیل به یک قوم مستقل شده بودند ولی خب تحت فرمان مادها داشتن امورات خودشون رو می‌گذروندن من میگم در پیمان صلح با همدیگه بودن ولی آژیده تصمیم میگیره تا بر حکومت نوه خودش حمله بکنه و پارس ها رو تحت سیطره خودش قرار بده حمله ای که بسیار برای خودش و برای مادها گرون تموم میشه جنگی بین پارس ها و مادها شکل میگیره به گزارش مورخین این جنگ سه سال طول میکشه پایان دادن این جنگ برای کوروش کار چندان سختی نبود برگردیم به دو سه دقیقه قبل ارتش مادها دچار تزلزل شده بود بسیاری از فرماندهان و سران مادها نامه هایی رو برای کوروش فرستاده بودند و خودشون رو سرباز کوروش معرفی کرده بودند و با اون پیمان همبستگی امضا کرده بودند پس وقتی که این جنگ شکل گرفت از یک طرف ما جبهه پارس ها و مادها رو داشتیم و از یک طرف جبهه خود مادها در درون سلسله خودشون جنگی که سه سال طول کشید و در نهایت سپاهیانی که تحت نظارت کوروش بودند پیروز این جنگ شدند در پایان جنگ فرمانده سپاه مادها که کینه خیلی زیادی هم از آژیده هاک داشت آژیده هاک رو دستگیر میکنه و اون رو تحویل کوروش میده و به این ترتیب حکومت 128 ساله مادها هم در اینجا به تاریخ می و پارس ها که بر قسمتی از فلات ایران حکومت می به دوره ای راه پیدا می که قرار تبدیل به یک امپراتوری قول پیکر بشه به گفته مورخین معروفی مثل اشپیگل و هرتسفیلد مادها تاثیر خیلی زیادی در فرهنگ و تمدن ایران زمین گذاشتن که تا به امروز هم آثارش وجود داره گفته میشه حتی الفبای پارس ها برگرفته از الفبای مادها بود حالا ما میگیم الفبا اون موقع خط مادها بودش ولی خب زبانشون رو خیلی از زبان مادها الهام گرفتن حتی گفته میشه که اوستا به زبان مادها بودش و بعدها پارس ها خیلی از کلمات و خیلی از فرهنگ های خودشون رو از مادها وام گرفتند حتی مادها پایگذار معماری درخشان هخامنشی هم بودند آثاری مثل تخت جمشید برگرفته از معماری مادها بود از آین و مذهب مادها اطلاع دقیقی در دست نیست ولی گویا میتراپرس یا میترایی بودند البته آموزه های زرتشتی هم تو کتیبه های مادها پیدا شده یافت شده که زرتشتی هم گویا در اون حکومت زندگی میکردش ولی خب اکثریت میترا پرست بودند یکی از ستونهای قدرت حکومت مادها مقها بودند مقها کی بودند روحانیون میترایی بودند اونطور که از تاریخ برمیاد روحانیون میترایی که به آموزه های میترایی هم میپرداختن زیاد اجازه نفوذ آموزه های زرتشتی رو نمیدادن و بیشتر سعی در آموزه های همون میترایی داشتند چنانچه وقتی هم که مادها سقوط کردش و هخامنشیان روی کار اومدن زرتشت نیست گسترش بیشتری پیدا بکنه ولی اون زمان در زمان مادها زرتشتی وجود داشت ولی خب یه مقدار در خفا زندگی میکردن و مقها زیاد اجازه این نفوذ رو نمیدادن ولی خود مقها هم جزء نیروهای خیلی قابل ستایش و قابل احترام در دوران مادها بودن مقها آموزگار بودند و به فرزندان به کودکان درس میدادند هم آموزه های دینی و فرهنگی را آموزش میدادند هم آموزه های جنگی و اون چیزهایی که برای یک فرزند نیاز بود تحت تاثیر آموزه های مقها بودش از آثار به مونده از مادها میشه این رو هم نتیجه گرفت که مادها مردگانشون رو دفن نمیکردن و اونها رو در دخمه ها میذاشتن چون دخمه های همچنان وجود داره در همین ایران هم هستش که الان نام میبریم و این دخمه ها مربوط به زمان مادها میشه از معروف ترین دخمه های دوران مادها میشه به دخمه دکان داوود در سرپل زهاب اشاره کنیم یا گوردخمه فخریکا در مهاباد اشاره هم به تپه های باستانی دوران مادها بکنیم که از گنجینه های ارزشمند دوران مادها هستش یکی از اونها تپه زیویه در استان کردستان در شهرستان سقزه که در حدود 700 سال پیش از میلاد مسیح ساخته شده آثار بسیار ارزشمندی هم از این تپه باستانی کشف شده که میشه از اونها به ریتون طلایی درخت زندگی و گلوبندهای زنانه اشاره کردش یکی دیگه از تپه های بسیار معروف در دوران مات ها و حتی گفته میشه مربوط به پیش از دوران مادها ها هم میشه در شهر نقده در استان آذربایجان غربی قرار داره که معروف به تپه حسنلو معروف ترین اثر کشف شده از اون هم جام زرین حسنلوه که الان در موزه ایران باستان نگهداری میشه به یک داستان واقعی در مورد همین تپه حسن لو توجه بکنید که من این داستان رو بگم خدمتون البته لینک این داستان رو هم براتون گذاشتم در داخل توضیحات فکرم خبرنگاری ایرنا این رو چاپ کرده بودش و خیلی داستان جالبی هم داره جام طلای حسن رو که الان اسمش رو بردیم یکی از آثار بجامونده از دوران باستانه اثر بسیار بسیار مهمیه چنان چه تو کتیبه ها هم اسم این جام اومده بود و خیلی از باستانشناسا ها به دنبال کشف این جام بودند یکی از اون افراد فردی بود به اسم رابرت دایسون یک باستانشناس آمریکایی که به ایران میاد تو سال 1336 یا 37 حالا دقیق نمیدونم بین این دو تا سال بود 36 یا 37 به ایران میاد و اکتشافات خودش رو در تپه حسنلو انجام میده یک تعداد کارگر محلی هم از همون شهرستان نقده زیر نظر این آمریکایی‌ها شروع به فعالیت میکنن بیل میزدن تپه رو حفر میکردن تا بتونن به اون چیزی که آمریکایی ها میخوان برسن حالا من دقیق نمیدونم که آیا میدونستن که این حفاری ها به چه صورت داره انجام میشه یا نه حتی مصاحبه هاش هستش حالا میتونید شما دقیق تر بخونید در نهایت رابرت دایسون موفق میشه به اون چیزی که بخواد برسه و جام زرین حسنلو رو به دست میاره و این تصویری هم که می بین میبینید تصویر رابرت دایسونه که با افتخار این جام رو در دستش گرفته این جام جام بسیار گرانبهایی بود حتی در همون دوران باستان همینطور که میبینید این جام یه مقدار کج و شده باستان شناسا اعتقاد دادن که فردی این جام رو دزدیده و بر اثر همین قضیه هم جون خودش رو از دست داده چون وقتی که جام رو کشف کرده بودن یک اسکلت روی جام بودش که گویا گفته میشه بدن همین فرد باعث شده که این جام یه مقدار به این شکل در بیادش حالا داستان ها که متفاوت راجع به این قضیه ولی وقتی که این جام زرین کشف میشه خبرش مثل بمب تو دنیا میپیچه تمامی رسانه ها راجع به این قضیه می نویسن و خود رابرت دایسون یک افتخار خیلی خاصی بهش دست میده و همینطور که تو قسمت ایلامی ها هم ما دیدیم بسیاری از آثار ایلامی ها الان سر از موزه نیویورک در آوردن این جام هم قرار بود بره به موزه نیویورک الان سوال ایجاد میشه که چرا این جام تو ایران موندهش؟ کارگری که داشت اونجا رو حفاری کرد وقتی که این جام رو بینه خب به دست آمریکایی ها میده بعد یواشکی این جام رو دوباره از دست آمریکایی ها برمی داره 24 ساعت تموم جام رو پیش خودش پنهان میکنه و در نهایت این جام رو میده به موزه ایران باستان رابرت دایسون هم از این قضیه بسیار عصبی میشه و ناچار بود که دست خالی به کشور خودش برگرده این جام دلیلش این بود دلیلش همین کارگر نقده ای بود که باعث شد که جام زرین حسنلو در ایران باقی بمونه من حالا لینک کامل داستانش رو میذارم براتون شما میتونید مطالعات بیشتری بکنید راجع به این قضیه قلم رو امپراتوری مادها از شرق تا تاجیکستان از غرب تا ترکیه امروزی از جنوب تا خلیج فارس و از شمال تا دریای خزر گسترش پیدا کرده بود سرزمین تاریخی ماد رو به سه بخش مهم ماد آتروپاتن یا همون آذربایجان فعلی ماد سفلا یا همون همدان امروزی و ماد پارتاکانیان که نزدیک اصفهان امروزی میشه تقسیم کردن هرچند که همین تقسیم یعنی همین سه بخش مهمی که اسم بردیم به دوازده ناحیه جغرافیایی هم تقسیم میشه از شهرهای مادی که سه هزار سال پیش هم زندگی میکردند هنوز آثاری از اونها در ایران وجود داره یکی از اونها تپه نوشیجانه که بین همدان و ملایر قرار گرفته دوستان امیدوارم این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه وقتی که به تاریخ ایران باستان میخوایم بپردازیم ما خب منبع خودمون رو اعلام میکنیم ولی خب اگر بخوایم راجع به تاریخ غرب صحبت بکنیم نیاز نیست که آنچنان به این منابع بخوایم دسترسی پیدا بکنیم خیلی از مستندهایی که غربی ها ساختن همونها رو میشه ترجمه کردش و بیایم ارائه بدیم که کارم حالا در آینده انجام خواهیم داد و خب منابع اونها هم مشخص اون منابع هم میتونیم اعلام بکنیم ولی وقتی که به تاریخ ایران مخصوصا ایران باستان پردازیم. خیلی کار سخت میشه ناچاریم که به سراغ یک سری منابع موثق بریم سعی میکنیم از کتاب های نام ببریم که این کتاب ها تاریخ موثقتری تری رو دارن ارائه میدن خیلی هم قابل دسترسه یعنی این کتابی که ما معرفی کردیم شما به هر کتاب فروشی تشریف ببرید الان میتونید این کتاب رو تهیه بکنید ولی خب چون کلا تاریخ نگارها از کشورهای مختلف راجع به تاریخ ایران نوشتن میتونه تفاوت وجود داشته باشه مثل همیشه ازتون خواهش میکنم اگر منابع بیشتری سراغ دارید در کامنت ها بنویسید اگر اطلاعات بیشتری دارید حتما این اطلاعات رو در اختیار ما و سایر دوستان هم قرار بدید آنچه که مشاهده کردید داستان تاریخچه سلسله مادها بود ظهور و سقوط یک امپراتوری